صبح زیبا و دلانگیزه. همه شما هموطنان عزیز ما در افغانستان و بیرون از کشور بازم بخیر باشه. شما بیننده برنامه صبح و زندگی از شبکه های آریانا و آریانا نیوز به طور زنده هستین و شما عزیزا را خوش آمدید میگم به بخش صدای شما. امروز مشخصا در رابطه با موضوعات صحبت میکنیم که برمیگرده به وزارت امر به معروف و نهی از منکر که آقای محمد عاکف مهاجر با ما هستند و در این رابطه صحبت های بیشتر همراهشان میداشته باشیم. مشکلاتی که شما عزیزا دارین که برمیگرده به این وزارت میتونین همین لحظه از طریق شماره تماس برنامه با ما مطرح بسازین. 070-111-4090 همین لحظه فعال است و شما عزیزا میتونین که به طور زنده تماس بگیرین، موقعیت را خوب را اختیار بکنین تا ما صدای شما عزیزا را بهتر در برنامه داشته باشیم. و مشخصا بازم یادآوری میکنم موضوعات که امروز صحبت میکنیم باید موضوعات باشه که برگرده به وزارت امر به معروف و نهی از منکر، یعنی سوالات دیگی که به این وزارت مرتبط نمی باشه شما عزیزا میتونین باز در روزهای بعدی تماس بگیرین و با ما شریک بسازین. و فعلا هم آقای مهاجر خوش آمدید میگم به برنامه صبح و زندگی. صبحتان بخیر. دست هم دیر مننه کرودن. سلامت باشین. منتظر تماس های تلفنی شما عزیزا هستیم و ببینیم که اولین تماس از کدام بیننده ما هست و از کدام منطقه روی خط وصل شدن. بیننده عزیز سلام، صبح بخیر. تماس شما وصل شده، صحبت بکنین. تماس بعدی. بله سلام، صبح بخیر. سلام، جان بخیر، خیرت هست؟ تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ زنده باشی، بخیر باشی. اینمی سوال داشتیم که یا بس از ولایت کلال زنگ زدیم، بر ما گفتن که تصویران هستن با تصویر را پاک کردن، حالا بر ما از طرف شوالی چی روان کردن، پاسه روان کردن که دونی مزار اقانی رسا میکنیم. خب این مربوط تذکره گفتن سوال شما از درست؟ بله. گفتن در مورد تذکره مشکل داشتن؟ نه، هم تصویران هستن بالایتر دکان که هستن. خواه خواه، درست درست. بله تشکر میکنم. برادر عزیز، این تصویرها را در بالای دکان آویزان کرده ای، شروالی از پیشت پیسه میگیره. تماشان متاسفانه که قطع شد، گفتن که تصاویری که در بالای دکانشان ما نصب کردیم امر به معروف گفته که بر ما یادآوری کردن که مبلغ 2500 افغانی شهرداری کابل هم گفتن که باید بر ما بپردازن تا ای که برشان اجازه داده شود. بسم الله الرحمن الرحیم. ده انظرونو یا ده اکسونو یا تصویرونو پردم را باید دویم چه حدیث پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم درباره تصاویر که آمده لعن الله المصورین، کسایی که تصویر جور میکنه لعنت خداوندی سرش است و خداوند ما شما را و تمام مسلمان ها را از لعنت خداوند نجات بده. و عکس زیروح لعن الله مصورین عکس زیروح گفته و غیر زیروح که باشه و او مشکل نیست که غیر زیروح است و ای حکم شریعت است، حکم اسلام است. درباره تصاویر یک دیگه حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم است که فرموده لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب او تصاویر، ملائکه رحمت به آن خانه و به آن اتاق داخل نمیشه در جایی که تصویر باشه یا سگ باشه. این شریعت است، حکم شریعت است، حکم اسلام است، حکم وزارت امر به معروف یا حکم امارت اسلامی یا حکم کدام دیگه اداره نیست. اگر از طرف وزارت امر به معروف از طرف متصمین گفته شده باشه، اما حکم شریعت برش گفته. آها، سلامت باشین. و حالا میریم به طرف تماس بعدی. بله سلام، صبح بخیر. علیکم سلام. کی هستین، از کجا تماس گرفتین و موقعیتان هم کم تغییر بدین تا صدایتان بهتر بر ما برسه؟ مجیب الرحمن محمدی از شهر مزار شریف با شما انکلام خوش کلام. آها بسیار خوب، بفرما مجیب جان. اگر جایتان کم تغییر بده که تاکه صدایت خوب بیه. کم بهتر شد، بفرما مجیب جان. میگم که خوب
متاسفانه ما صدای شما را درست نداریم و نتونستیم سوال شما را یادداشت بکنیم و میریم به طرف تماس بعدی. بله سلام، صبح بخیر. بله سلام. سلام علیکم. علیکم سلام، خوب هستین؟ بخیر هستین، چطور هستین؟ تشکر، سلامت باشین، بفرمایین. از تخار زحمت دادم. خواهش میکنم، خوش آمدین، بفرمایین. داد یعنی طالبا میخواهم مثلا در مسجد ها حاضری انداخته، مثلا در مسجد های مثلا در چیه؟ مشخصا در کدام مسجد در تخار؟ در تخار در هر مسجد حاضری انداخته وقتی که یک نمونه شما میشه مثال بگوین کدام مسجد نامش رو بگوین؟ مثلا حضرت سلمان ابن عباس، مثلا از مسجد حضرت ابو حنیفه. آها، چقدر وقت میشه که اینا حاضری انداختن؟ یعنی کسایی که باید نماز اونجا اجرا بکنن؟ به نام حاضری انداختن کسی که مثلا در مسجد یک کار بار داره، در دکان هستن، مثلا آمدن نتونن مثلا با مولایا مثلا باج بدن مثلا در مولایا. نه خیر، باید بگویم که متصبین امر معروف به مساجد میره و مردم را توصیه میکنه و دعوت میکنه به نماز و به جماعت و به امام مسجد هم میگه که شما هم روزمره توصیه کو به مردم تا که تشویق به نماز شوه. اما درباره نماز کدام احکامی که آمده، درباره جماعت کدام احادیث که آمده و به مردم بگوین باید تا که وا بفهمه که نماز چقدر مهم است. و امو یک شعر و خیلم در پنج کتاب است که روزی محشر که جنگ داز بود اولین پرسش نماز بود، و خیلم همی رقم است. بله، اولین پرسش از نماز میشه و در قرآن عظیم شان در بسیار جای آمده اقیم الصلاة اقیم الصلاة اقیم الصلاة، شما نمازهای خودتان قائم کنی. و درباره جماعت هم بسیار احادیث آمده، یک نماز جماعت با 27 نماز تنها و انفرادن برابر است. از این خاطر محتسبین هم توصیه میکنه و مولای امام مسجد هم توصیه میکنه. بله، و موضوع حاضری انداختن به نظر شما هیچ واقعیت نداره و درست نیست؟ آها، و اگر همچون موضوع واقعیت باشه باز میشه که بیننده ما بازم تماس بگیرن؟ باز هم ما امره ریاست تخار گپ میزنم، اگر از طرف کدام ملای امام یا دیگه کس انداخته باشه ما امره ریاست خود تماس میگیرم. بسیار خوب، تماس بعدی. بله سلام، صبح بخیر. و علیکم السلام. علیکم السلام، از کجا تماس گرفتن؟ این ما کابل نکر سرطان این پختون اکولت از موزینم لگ بیرون دا دا متقایدین و نظامی چکا پخانی و دیتا و ویلکی گی چه کارونا بادن چون این دو انسی سال ده تا تا مصور که شخصی آگی کانا دا ریاست ما یکنی دا تقاودن سرا آغنه نیول کی گی سدا تقاود پالا با دوبرو ویم چه دا مالی وزارت پا دیالا بندی لگیا دا او کار جریان لري خو تمام شوی او نهایی شوی نه ده. نو په دې اړه باندې د مالی وزارت کار کوي، که څه هم دا زموږ مربوط نه ده، خو تاسې مطمئن اوسېږئ د متقاعدینو به د ټولو خپل حق ورکول کېږي. بسیار خوب، و میریم به طرف تماس بعدی. بله سلام، صبح بخیر. وعلیکم السلام، خوب هستی؟ بخیر، تشکر، سلامت باشین، بفرمایین. در ما چند وقت پیشم تماس گرفته بودم امرای شما، مشکلی مکه شروعانی بود، می کس که واسطه داشته باشه، یک همسه دو سه نفر ما دیدم که پیش مکرر میشه که واسطه داشته باشه، از ما این شش شنی ما میشه که میرم میایم پدر ما مایی با از خود. بله، تماسشان متاسفانه که از دست دادیم و تماسشان قطع شد. خب مشکلشان خب مربوط وزارت امر به معروف نمیشه و اینا شکایت داشتن از اینکه جای مقرر میشن و به خاطر از اینکه واسطه ندارن کارشان صورت نمیگیره. خب متاسفانه همچین شکایات بر ما چندین مرتبه هست که میرسه. میشه باز بیننده عزیز ما روز بعدی تماس بگیرن که این موضوع برمیگرده به شهرداری کابل که کار از اینا هم به مو قسمت فکر کنم بند مانده و نیاز دارن که در باره تقرری باید بگویم که اکثر وزارت ها پیلن بست های
خالیشان بیان میته امتحان میشه بعد از او مقرر میشه ما درباره وزارت امر بالمعروف محتسبین استخدام میکنم در چند روز آینده انشالله یک 220 بست است در کابل و هم بیان میتم از طرف اداره امتحانات از پیشش امتحان گرفته میشه بعد از او اگر کامیاب شود مقرر میشه اگر کامیاب نشود مقرر نمیشه و تقرریش فعلا از رقابتی آزاد انشالله میشه بسیار خوب تماس بعدی هم داریم ببینیم که کدام هموطن ما روی خط هستن بله سلام صبح بخیر تماس شما وصل شده سلام بدر قسمتم صبحتان بخیر علیکم سلام تشکر سلامت باشین انشاءالله شما هم خوب باشین کی هستین از کجا تماس گرفتین زنده سلامت باشین امیدی هستم از شهر کابل یکی از کارمندای شورای عالی مصالح ملی قبلا حکومت قبلا بسیار خوب بفرمایید برادر عزیز ببخشید میمان تان یک سلام خاص تقدیم میکنم یک معلومات میسلام تقریبا در حدود یک 6 ماه یا 7 ماه ما شما مانده سر دولت وقتی که حکومت امارات اسلامی آمد از ما دفترهای ما فعال بود تا یک مدت البته بعدا این ریاست مصالح ملی لغو شد و ما شما تا یک حد پیش هم رفته بعدش در اداره امور هم قسم تخصیص همه چیز گرفته شد و مانده تقریبا در حدود 700-800 نفر بسرنوشت شد خیر اما این ماشایی که 6-7 ماهش مانده هیچ درکش هم نیسته همین گفتم یک زحمت بودم اگر یک لطف بکنین در این مورد یک معلومات به ما بله با شما معلومات ارائه میکنن آقای آکف ولی قبل از اینکه صحبت را امرایشان داشته باشم و در رابطه با سوال شما پاسخ ارائه بکنن نوبت یک وقفه است دوباره برمیگرد بیننده ادامه بخش صدای شما از طریق برنامه صبح ها زندگی هستین و چند لحظه پیش هم تماس داشتیم از بیننده عزیز ما که از شهر کابل تماس گرفته بودن و در رابطه با معاشات باقی ماندهشون بالای دولت صحبت کردن بخیالم در بخش مصالحه ملی پیش کدام اداره که بود برادر عزیز مربوط او بود و مربوط اداره امور میشه مربوط وزارت امر معروف نمیشه باز هم کوشش میکنم که تماس امرای اداره امور بگیرم معلوماتش کنم و امرای شریک میکنم کوشش میکنم انشالله اگر مطمئن کردم خیلی خوب شماره تماس برنامه من بازم فعال است 070-111-4090 شما عزیزا میتونین تماس بگیرین و موقعیت خوب را هنگام تماس گرفتن به خودتان اختیار بکنین و بریم به طرف اولین تماس در این بخش برنامه بله سلام صبح بخیر جور هستین بخیر تشکر سلامت باشین شما خوب هستین زنده و سلامت باشی من میخواستم یک سوال داشته باشم از ولایت قندوز تماس گرفتم خیلی خوب بفرمایید امی از میمونی برنامه تان سوال دارم که اینا میگن که ما به این سوال داشتم که ریش رنگ کردن گناه است اکثر این مردم میبینیم که ریش رنگ میکنن یک سوال و دوم امی بزکاشی خودش گناه داره یا نداره تشکر میکنم از بیننده ما خب اگرچه موضوعشان برمیگرده به برنامه فلاح که همکار خوب و ماده او برنامه هستن و بیشتر این معلومات را آقای فیضانی با شما شریک میسازن ولی با آن هم که حالا پرسیدین میشه آقای مهاجرم نظریت خود داشته باشن در باره اول که گفت ریش رنگ کردن غیر از رنگ سیاه دیگه هر رنگ باشه کدوم مشکلی نیست اما رنگ سیاه هم اگر یک کسی مجاهد باشه با او مشکل نداره یک کسی ازدواج کرده باشه و با او هم پروا نداره بعضی موارد است که در او پروا نداره دیگه اگر رنگ سیاه نباشه هیچ مشکل نیست و در رنگ سیاه هم بعضی اقوالش آمده که زیاد نیست بعضی علما گفته
که کدام مشکل نداره. بله و بزکشی را هم گفتن. بعضی مواقع و در برای بزکشی و یک ورزش است کدام مشکل به فکر من نیست. بسیار خوب. و تماس بعدی. بله سلام صبح بخیر. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صبح شما بخیر. عبدالله هستم از سیفانه. شما را زحمت دادیم. از آده به احترام دارم برای شما و برای کارکن تکنیکی تان و برای میمانتان. سلام آباد باشین. روز خوش آغاز شده باشین. زنده باشین. بفرمایید. معذرت میخوایم. این مسئله معاش منصبای متقاعد بسیار دیر از هر قدر زمزمه میشه و هر قدر سوال میشه و هر قدر برادر عزیز کمی پیش جواب دادم در باره یک برادر دیگه هم تماس گرفته بود که وزارت مالیه سلامی کار میکنه انشالله زود میشه بازم مربوطی وزارت عمل مربوط نمیشه تا جایی که خبر دارم وزارت مالیه سرش کار میکنه میشه انشالله بله و تماس بعدی را هم پاسخ بتیم بله سلام صبح بخیر سلام علیکم برادر عزیز علیکم سلام خوب هستم سلامت و بخیر باشین عبدالله هستم از ولایت کابل با تماس شدیم خیلی خوب بفرمایید عبدالله جان برادرم این مسئله حجاب درست است وزارت هم جبر مرو بسیار کارهای بخصوصی درباره حجاب کرده اما بازم میبینیم در بازارها و مثلا در جای دیگری بسیار به حجابی هنوز هم موجود است آیا اقدامات دیگه ای باره صورت میگیره یا نه بله تشکر در باره به حجابی برادر عزیز گفت از نگاه اسلام به حجابی حرام است و حجاب به خواهرها فرض است زیرا که در قرآن سرش امر شده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین برای زنهای مسلمان هم بگو یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابی بهن ذالک ادنا یعرفن فلا یؤذین الآیه غیر از این در زیاد دیگه آیات هم آمده درباره حجاب یک حکم شرعی است و فرض است و ما هم تلاش میکنم از طریق رسانه ها از طریق منابر مساجد سوشل میدیا از طریق آگاهی عامه از هر نگاه کوشش میکنم تا که خواهرای خود را بفهمانم که حجاب یک حکم شرعی است حکم وزارت امور خارجه حکم امارت اسلامی نیست و فعلا هم الحمدلله بسیار تغییر و تبدیل آمده بسیار خوب و تماس بعدی بله سلام صبح بخیر و علیکم سلام دکتر سلطان است و طول ردیم سلام نمونه نیکم علیکم سلام از کجا تماس گرفتی؟ من جندی بسی دیگه در باشن اقوارم من چایی موضوع بله بی در ستاس و رشرات فیلمان ولایت که نصر احمد علوات الله احمد هلمند دایت مالی که جمهوریت ده نسان من نشرات کار نکوی پا هلمند ولایت کستاسو بیل کل کار نکی ده تیرو لس و رئیس یا دیرو بله تشکر هستم باز شما بازم این موضوع را با همکاران بخش تکنیک شریک میسازیم که در ولایت هلمند بررسی بکنن که مشکل چه هست و چرا نشرات آریانا ده حجاب پاره مشکل دی چی دورور تماس واخلو ده حجاب پاره یا خبر باید بکم چه زینی خوینده باید پا دی پویشی چه دا لحجاب نیا و لان دی پتلو ناغستل دی ها کو مشکل نشته تروغی پونی مربوط تا خو اما دا غسی بی لحجاب کول پتلو ناغستل دا یوی خور لپار مناسب نده زکر چه حدیث که کم رازی دا چه پا آخر زمانه که با دوار داولا خالکی چه اوگی با جنت تا نزیا و دا جنت بی با همو نوینی یو پاگه که حقا خزی خودل دی و نیسا اون کاسیات و عاریات یعنی پتی بوی او لوچی بوی دغه دوا ترجمه شوی یو دا چې پتی بوی یعنی اغه لباس پیدا سی لباسی چې د دې د اعضا او نمائندګي وکي یعنی په بدن پورې دا سری کې د دې د اعضا او نمائندګي بدن مو باشه بعد او یا دا سی چې هغه نازک وي بدن ترخکاری او د امدی د کاسیات و عاریات کې امدغه تفسیر محدثونو کړی نو د خپل خويندل لپاره دا وایم چې دغه ډول لباس څخه خودداری وکړي تر څو خدای مکړه یو خور د مسلمان په کور کې پیدا شوی او د مسلمان په کور کې لوی شوی او د قیامت په ورځ د جنت لوبوی نه هم خدای مکړه محروم شي نو دا زموږ لپاره یا د امارت اسلامي لپاره یا د امر معروف وزارت لپاره دی نه عملي کوي بلکې د خدای جل جلاله د حکم له امله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د غوښتنې له امله او د یوې مسلمانې خور د ذمهواري له امله
بله، بسیار زیاد تشکر میکنم از حضور شما در برنامه صبح زندگی و صحبتایتون که در رابطه با سوالات بیننده عزیز ما پاسخ ارائه کردید. سلامت باشید. دیر مننه کور بدن. ممنون. از شما عزیزا هم قلبا تشکر میکنم که تا این دم در کنار ما بودین. امیدوار هستم سوالاتی که داشتین حل شده باشه و اگر سوالاتتان باقی مانده باشه یا بیننده عزیز ما که تماسشان برقرار نشد با برنامه، حتما هفته آینده تماس بگیرین تا به مشکلات شما عزیزا همچنان رسیدگی صورت بگیره. برفعلا میان برنامه بسیار کوتاه داریم و در ادامه با خبرهای تازه از دنیای تکنولوژی با همکارم بصیر جان باشید.